افغانستان 40 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فاصله دارد و 20 روز از پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری میگذرد. هر گامی را که کشور به سوی نزدیک شدن روز انتخابات میگذارد، به همان اندازه صف‌بندی ها انتخابات نیز واضح می شود و بازار انتخابات و بازار پیکارهای انتخاباتی بیشتر از پیش داغ‌تر از معلوم شدن سمت سوی احزاب، گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی تا حرف و حدیث‌ها از شکل‌گیری ائتلاف نامزدان. در برنامه ویژه امشب انتخابات 93 روی شکل‌گیری ائتلاف‌ها و برنامه نامزدان ریاست جمهوری بحث خواهیم کرد. سلام و وقت بخیر. به برنامه انتخابات 93 امشب خوش آمدید. میهمانان ما علی امیری عضو ستاد انتخاباتی، دکتر عبدالله اجمل بلوچزاده عضو ستاد انتخاباتی، دکتر ظلمی رسول، خانم آزیتا رفعت عضو ستاد انتخاباتی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر فریدون بارکزی عضو ستاد انتخاباتی محمد شفیق گل‌آقا شیرزاده هستند. بسیار زود خوش آمدید. و همچنان قابل یادآوری است که شماری از دانشجویان نیز در برنامه حضور دارند که فرصت مساعد میشه برایشان تایی که پرسش خود را از ستادهای یا نمایندای ستادهای انتخاباتی داشته باشند. و همچنان ما از ستاد انتخاباتی عبدالقیوم کرزی نیز دعوت کردیم تا در برنامه شرکت کنند، اما با تاسف که حاضر نشدند. آقای امیری، با شما آغاز میکنیم. فکر میکنین که ائتلاف هایی که شکل میگیره چقدر برای شما قابل پذیرش است؟ مخصوصا در این چند روز سر و صدای وجود داره از کنارگیری بعضی از نامزدا به نفع یک دیگر. ائتلاف حق همه نامزدها هست. از گذشته از اینکه وقت قانونی گذشته هست، ثبت نام ها صورت گرفته است، باز هم اگر چنانچه در 11 تیکتی موجود کسای بخواهد به سود کسای دیگه از صحنه کنار بره و مشکل قانونی نداره و حق طبیعیشان هست، نگرانی ای هست که یک چنین سازماندهی از جانب حکومت افغانستان نباشه و مداخله حکومت در امر انتخابات تلقی نشوه. اگر چنین چیزی نباشه، ما هر نوع ائتلاف را باعث گرمتر شدن و رونق انتخابات میدانیم و در ذات خود ای که نامزدهای محترم یا تیکت ها یک ائتلاف جدید تشکیل میده از یک از نامزدهای موجود حمایت میکنه، در ذات خود مشکل ندارد. خیلی سپاس آقای بلوچزاده. حالا بیشتر حرف ها در مورد کنار رفتن دو نامزد، آقای قیوم کرزی و ظلمی رسول مطرح شدن و این خبرها داغ‌تر از در رسانه ها میشه. بگوین که واقعا از کجا آغاز شد این کار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مهمانان عزیز در بحث و بینده های عزیز تلویزیون شما. چنانچه اشاره شد، معمولا در پروسه های انتخابات نامزدها و یا احزاب سیاسی گاه اوقات به خاطر اینکه بتانند پروسه انتخابات را به نفع خودشان تمام بکنند و موفق شوند، دست به یک سلسله فعالیت های سیاسی و در حقیقت ائتلاف هایی میزنند که بیشتر تلاش به است که یک برنامه موفق و یک برنامه کامیاب را که در یک مدت کوتاه خودش تانسته برجسته بسازه و این برنامه تانسته خودش با شخصیت ها و کرکتر هایی که وجود داره خودش تثبیت بکنه. امیدواری بیشتر میشه که در این فضاها باید تقویت پیدا بکنه برنامه یا تقویت بکنه پیدا بکنه شخصیت. اما در رابطه با ائتلاف هایی که اخیرا در فیسبوک بیشتر سرش بحث میشه و یا در رسانه های نوشتاری بیشتر روش بحث میشه، گزارش هایی که در رسانه ها پخش میکنن، یک گروه از افراد تلاش دارند که فضا را به گونه مساعد بسازند تا برخی از نامزدها را متقاعد به این بسازند که با یک نامزد کار بکنه یا با یک نامزد همکاری بکنه. اما اجازه که من نکته‌ای که می‌خوام مبنی بر ائتلاف آقای قیوم کرزی و ظلمی رسول مطرح میشه، این را شما میپذیرین؟ در این قسمت نه. تا بالا چیزی که آنچه که در رسانه است بیشتر شایع است، گزارش های پخش میشه، حتی بر خودم و به ستاد انتخاباتی ما مجموعی از تلفن‌ها میاد که نظرتان چیست، موقفتان چیست. تا حالا هیچ بحث و هیچ تصمیم گیری صورت نگرفته. بحث اما جرگه مطرح میشه که جرگه شکل گرفته تا کار کنه دو نامزد کنار دیگه افراد کار بکنن. احتمالاً تلاش به است که در این راستا کار صورت بگیره، اما به هیچ عنوان تا بال چنان بحثایی که در رسانه داغ شده که گویی یک نامزد به نفع یک نامزد گذشت یا یک کار صورت گرفته، تا فعلا این بحث صورت نگرفته. اگر احیانا هم صورت بگیره، تا
طبیعی است که در رسانه بیرون خواهد شد پنهان نمیمانه همه در جریان میشن اما یک نکته را میخوایم بگویم که احیانا اگر کاندیدان و یا نامزدهای کلاقمند هستند با تیم دکتر سبزالمی رسول کار بکنن فعالیت بکنن این برنامه ها را حمایت بکنن با کمال میل و با تمام استقبال با کنارشان خواهیم رفت و از اونها دعوت خواهیم کرد یک از افراد را رئیس جمهور با حضور پذیرفته و اعلامیه هم از طرف ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسید که این افراد میخواین کار کنند تا تعداد نامزدان محدود شود این افراد هیچ تماس با آقای رسول نداشتند ببینین گاه وقتا نسبت داده میشه که گویا تیم دکتر سب رسول یک تیم حکومتی است یا تلاش میشه که نشان بدن که دستور از جای دیگه میه اگر افراد علاقمند به ای باشند خب در تمام تکت ها وقتی که ما اگر مشاهده بکنیم بعد میبینیم که به گونه افراد در رده های بلند حکومتی به نحو حضور دارند حتی شما شاید برخی از مسائل و موضوعات بودین دیدین نه مشخصا اما نکته را این که چقدر میپذیرین که جرگه شکل گرفت تا کار کنن که تعداد نامزدان محدود شود مثلا جرگه را اشاره کردم که رئیس جمهور شما توجه بکنین دو بحث دارین یک نامزد آماده استاد شده خودش با تمام قانونی که تضمین کرده که خودش انتخاب بکنه خودش نامزد بکنه و وجود شرایط بوده آماده استاد شده خودش نامزد کرده حالا اگر این تلاش بکنه که مذاکره بکنه یا ائتلاف بکنه یا به گونه‌ای بیایه انصراف بکنه این بحث خودش است این شده نمیتونه که شما بگین که یک فشار بیرونی بالای ازی وارد میشه یعنی در کل این بحث مفاهیم میانجیگری است آقای بالوچزاده که واقعا میپذیرین که جرگه کار میکنه مخصوصا میان آقای کرزی قیوم کرزی و آقای رسول که کنار هم بیان یا یکی به نفع دیگر بگذارن گروپ های هستن که شاید در این رابطه تماس داشته باشند کار بکنن ولی به این عنوان که بیاین تلاش بکنن زمینه سازی بکنن بازم تاکید میکنم که فرد نامزد فردی که خودش کاندید کرده تصمیم خواهد گرفت حالا در رسانه ها قید شده که یک نامزد به نفع یک نامزد دیگه انصراف کرده در حالی که چنین وضعیت چنین نیست اما ما باز هم به اساس امو آزادی های انتخاب خودشان به اساس تصمیم گیری که دارن به اساس پرانسیب های انتخابات اگر علاقمند بودن بین با ما کار بکنن تاکید میکنیم که ما امرایشون همکار خواهیم بود میخوایم بسیار کوتاه بگوین که واقعا این جرگه در درون ستاد شما کار نمیکنه تا تلاش کنه که حداقل یک نامزد به نفع آقای رسول بگذره یا آقای رسول به نفع نامزد دیگه اولا این بس کاملا منتفی است که دکتر اصلا این تلاش ها وجود نداره و جرگه هم با شما تماس نگرفته اصلا این بس کاملا منتفی است که دکتر صاحب زلمی رسول تیم یا گروه متقاعد به بسازه که انصراف بتن این بس منتفی است تا آخرین لحظه در کنار مردم افغانستان خواهد بود و در پروسه انتخابات اشتراک خواهد کرد و حضور داره و احتمالاً با اعتمادی که مردم افغانستان بالای تیم دکتر صاحب زلمی رسول خواهند داشت برنده هم خواهد بود یک بس بحث دوم است شما میایین یک گروپ از افراد اشخاص یا نامش شما جرگه میمانین هر چی که میگذارین اگر وضعیتی است که تلاش بی است که آقای زلمی رسول توانایی و شایستگی و درایت مدیریت حکومتداری کشور را دارن افراد آمدن میانجیگری میکنن باز هم هنوز باز تاکید میکنم این میانجیگری اگر به نفع تیم ما تمام میشه ما میپذیریم اما حالا بذار کوتاه اگر بگین که بحث جرگه از کجا آغاز شده و در دیداری که این افراد داشتن با رئیس جمهور هیچ نماینده ای از جانب شما حضور نداشته مخصوصا از ممکن از سوی آقای قیوم کرزی هم این بحث ها ما در داخل خود ستاد هستم اما با اینمی صحبت هایی که در رسانه ها میشه و در فیسبوک متعقیب میکنیم چون این چیز اتفاق نفتاده یعنی وضعیت به گونه نیست که یک جوسازی میکنن هرچند جوسازی به نفع ما تمام میشه هرچند جوسازی به نفع ما هرچند قدرت ما توانمندی ما رو نشون میده اما به اون مرحله نیست که حالا امین اگر بسیار کوتاه بگین که افرادی که رفتن نزد رئیس جمهور فکر میکنین به نمایندگی از کیها رفتن به نمایندگی از خودشان رفتن هیچ تلاش میکنن که کیها بکسرن هر کس رفته من در جریان نیستم ولی بحثی است که اگر رفته به نمایندگی از خودش رفته یعنی تلاشی است که چگونه بتانن فضای انتخاباتی را به گونه یک میانجیگری بکنن اگر این میانجیگری به نفع ما تمام میشه اگر شوه ما علاقمند هستیم و با کمال میل میپذیریم آقای بارکزایی دقیقاً همین مسائل که داغ‌تر شد آقای شیرزایی آمدن کنفرانس خبری گفتن و برگزار کردن و گفتن که به نفع هیچ نامزدی نمیگذرن چقدر شما در جریان هستین که واقعا جرگه در کار بوده و کار میکرده تا اینکه تعداد نامزدان را محدود بسازه یا کار کنه بین چند نامزد تا بگذرن به نفع یکی ازشان بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما میمانان گرامی و جوانان محترم یقینا که ما گپا را شنیدیم
وایفوات وجود داره که یک جرگه در حدود 100 یا 170 نفر جمع‌آوری شده و متاسفانه ما خبرهایی را شنیدیم که او در اطراف هر ریاست جمهوری ملاقاتایشون زیاتر تنظیم شده که امروز هم در تلو نیوز ما یک مصاحبه داشتیم دوستای اشاره کردن خدا کنه که تو نباشه به هر صورتی حق کاندیداست هر کس میتونه تصمیم خود بگیره با هر تیم یک جای شوه در او ما هیچ کدام نظر خاص نداریم دوره انصراف گذشته ای کاش دمو وقت میشد به خاطر از اینکه شما میفهمین که اکثریت زیاد از مردم ما بی سواد است وقتی که عکس ببینه در اوراق رایدهی امکان داره که رای خود استعمال کنه و رایشون باطل شود آیا تحت عنوان جرگه با آقای شیرزای تماس گرفته شده تا بیاین کار کنن و حداقل بگذرن به نفع نامزده بله همی جرگه هایی که دمی روزای نزدیک سر صدایش بلند شده یقینا که مراجعه کردن به تیم انتخاباتی ما هم و تقاضاهایی داشتن به طوری که گویا اگر چند نفر از مشرای قوم اختیار برشان داده شد که بین 3-4 کاندید یک انتخاب بکنه و تصمیم گیرنده اونا باشه باز آقای شیرزای چون که شما میفهمین که اونا 3 بار والی بودن 2 بار وزیر بودن گفتن که ما به خاطر شهرت کمایی کردن خود کاندید نکردیم ما تا آخر به این مبارزات ادامه میتیم اختیار را به کس زمانی که این افراد با آقای شیرزای تماس گرفتن دیدگاهی از اینا یا نظریاتشون چی بود که چه افراد دیگه از جمله نامزدان ریاست جمهوری شامل هستند که میخوان وارد این پروسه شوند و حداقل بگذرن به نفع نامزد معلوماتی که من خودم دارم او معلومات به این حدی است که امکان داره که او کسایی که به ما مراجعه کردن من نمیفهم که در این جرگه های فیلی حضور دارن یا نه ولی پرس کنفرانس ما دیروز که قرمان باسازی گل آقا شیرزای او را دایر کرد چند موضوع داشت یکی افغان جرمن آنلاین و بعض رسانه ها نام شیرزای صاحب هم در جمله کسان ذکر کرده بودند که به نفع گویا به نفع دکتر ظلمی رسول انصراف میکنه ما ایرا به قاطعیت رد کردیم که نه تنها به دکتر صاحب بلکه به هیچ کس دیگه انصراف صورت نمیگیره و ما با مبارزات انتخاباتی خود تا به آخر میریم و از طرف دیگه موضوع بسیار مهمی که در پرس کنفرانس ما بود که تشویش های وجود داره که مبادا افغانستان باز به خاطر مداخلات مقامات عالی رتبه دولتی به یک بحران دیگه داخل شوه پاسخ خیره که من مطرح کردم می بود که واقعا جرگه شکل گرفته و شما پذیرفتین در مورد حمایت مقام های حکومت افغانستان هم آقای شیرزای در همون کنفرانس خبری خود یا نشست خبری خود مطرح کردن گفتن که مقام های حکومتی هستن که از یک نامزد مشخص حمایت میکنن و الله هم این بحث جرگه رفته به رئیس جمهور تا تصمیم بگیره واقعا میشه حالا بگین که چه افراد در مقام های حکومت افغانستان هستن که میخوان حمایت کنن از نامزد مشخص بله شما میفهمین که ما شما یک ضرب المثل مشهور داریم که وقایه بهتر از معالجه است ما به این خاطر صدای خود بلند کردیم که ما بعد افغانستان بعد از اینقدر مشکلاتی که سپری کرده با اثر از انتخابات به یک بحران دیگه داخل شوه و مقامات عالی رتبه دولتی باید در انتخابات سرنوشت ساز افغانستان که ما هم انتقال امنیتی هم انتقال سیاسی را در یک سال داریم باید بی‌طرفی کامل خود خصوصا شخص رئیس جمهور حفظ بکنه یقینا که مقامات عالی رتبه دولتی ببینید که اگر شما دریافتین که افراد کار میکنن به نفع نامزد مشخص که در رده های بلند حکومت هستن یا مقام های حکومتی هستن و این نگرانی را آقای شیرزای مطرح کردن خب همینجا جایش هست بگوین که چه افرادی هستن از سطح ولسوالا گرفته تا قماندانای امنیه والی ها وزرای برحال کسایی هستند که به نفع بعضی از کاندیدا کمپاین میکنه و ما مصروف ساختن لیستایش هستیم تا او مستندسازی شود فعلا حالا میشه بگوین که به نفع کدام نامزد در تیمای مختلف کار میکنه حالا میشه یکی دو تا را بگوین ما به خاطر از اینکه نمیخوایم که فعلا این موضوع رسانه‌ای بسازیم به خاطر از اینکه در تیم ما فیصله شده که ما بعد از اینکه مستندسازی ساختیم در هفته آینده ان شاءالله در خدمت ملت افغانستان و رسانه افغانستان قرار خواهیم داد حالا این نکته را آقای شیرزای گفتند که بار از جمهور کرزای و مقام وزارت داخله این نکته را در میان گذاشتن پس معلوم میشه گزارش های شما نسبتا تکمیل است میشه بگوین بله ما پیشتر هم اشاره کردم که ما در حال جمع‌آوری اسناد و معلومات بیشتر هستیم ان شاءالله هفته آینده تمام کسایی که مقامات عالی رتبه دولتی است و حق کمپاین نداره و میخواین به نفع کاندید مشخص یا کاندیدان کار بکنن لیست شده به رسانه ها همچنان به ملت افغانستان ارائه خواهیم کرد خانم رفعت حالا جرگه شکل میگیرن میرن نزد رئیس جمهور اول میان میانجیگری میکنن میان نامزدها بعدش میرن نزد رئیس جمهور تا رئیس جمهور انتخاب کنن فکر نمیکنین که رئیس جمهور افغانستان مستقیما دخیل است در روند انتخاب نامزد و معلوم میشه که حمایت میکنه از نامزده
فکر نمی‌کنین که یک نگرانی جدی متوجه نامزدان دیگه است، مخصوصا متوجه آقای اشرف غنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما میهمانان عزیز و دوستان که در اینجا هستند، بیننده محترم شما. دقیقاً ببینید، وقت ما حرف از ائتلاف ها میزنیم، ائتلاف ها حق مسلم است، چون که دوستان دیگه فرمودن، ولی وقت این ائتلاف ها جایگاه شکل گیریش ارگ ریاست جمهوری افغانستان هست و در اونجا رئیس جمهور افغانستان به حیث کسی که در رأس دولت افغانستان قرار داره و اینا باید مستقلانه عمل کنن، اونا میرن سازماندهی میکنن در سمت و سو میتن و بعد از اون موضوعات بیرون میشه، در رسانه ها لیک میشه، در رسانه ها بیرون میشه. این جای نگرانی است. نگرانی در چی؟ نگرانی در دستبرد در انتخابات و ایجاد تقلب در انتخابات. این یک قضیه هست که واقعا قابل نگرانی بر همگی است. درست است که وقت زمینه ساخته میشه و ما میخوایم که پرکتیس کنیم دموکراسی را دوباره از طریق انتخابات و اعمال رای مردم به صورت مستقیمش. وقت این قضایا مطرح میشه، این دیدگاه ایجاد میشه که بله، در نهایتش یک ترس ایجاد شده در خود جایگاه ارگ ریاست جمهوری و اونا فکر میکنن که نه، باید کار که اگر شما با افعات شما بشنوین، بیشتر تلاش داری است که تمرکز به صورت یک جانبه هست. یعنی افراد را که نام گرفته میشه که اینا تلاش بری هستن که اینا بیان یک جایشان از طرف ارگ ریاست جمهوری نشان دهنده عزیز که ارگ میخواد به نوع تداوم قدرت خود داشته باشه. شما این را میپذیرین که رئیس جمهور افغانستان نامزد مورد نظر خود را داره تا حمایت کنه؟ ما فکر میکنم ریاست جمهوری افغانستان تا چند قبل تانست حداقل با حرکت هایی که داشت استقلالیت خود حفظ کنه و نشان بده که در این روند دستبرد نمیزنه، ولی خب حرکت های آخر که حتی اگر در سطح افواهات هم باشه، این افواهات جای به جای ایجاد نمیشن، یک چیز دفتن نمیایه، مطرح نمیشه. جناب ایشان رد کردن، جناب ایشان میگن امروی ما جرگه صحبت کرده اومده و این نشان میده که جرگه، اگر جرگه واقعا تقاضایش ائتلاف بوده و از بین مردم خیسته و مردم تعلق مندی رو داشتن، چرا باید مستقیم با کاندیدا اول در نظر نگرفتن که باید برن برای ریاست جمهوری، از اونجا باید برشن یک مقدار تغذیه فکری شون و بعد از باز بگرد برن به دنبال کاندیدا و از اونها تقاضا کنن که اینا جرأت داشته باشن. اینا خودش یک سلسله نگرانی ها رو ایجاد میگن، نگرانی که امروز اگر مردم اونمو اساسیت موضوع انتخابات درک کردن، میخواین بیان شامل روند ملی شون و اعمال رای کنن و واقعا پر رنگ اینا در اونجا حضور داشته باشن، چرا باید در ریاست جمهوری جلوی از این گپ بگیرن؟ حالا کماکان موقف گیری ها خانم رفعت مشخص میشن، گفته میشه جرگه 170 عضو داشته، 20 تا نماینده معرفی کردن، اینا تصمیم گرفتن میان دو نامزد، آنچه که بر رسانه ها درس کرده آقای عبدالقیوم کرزی و آقای زلمه رسول، و اکثریت آرا را گفته میشه که آقای قیوم کرزی از میان این 20 تن رای آوردن و بعدا رفت روی میز رئیس جمهور و گفته میشه که رئیس جمهورم نپذیرفته این نوع رای گیری را، یا ای که افرادی را که اینا انتخاب کردن. فکر نمیکنین که ممکن رئیس جمهور افغانستان از این دو نامزد حمایت کنه؟ ببینین، رئیس جمهور افغانستان اگر بایست یک فرد افغان، بایست یک فرد که دارای امو حقوق شهروندی مثل سایر افراد هست، از تنها رای خود بخوای استفاده کند، چرا؟ میتونه از هر یک از اینا حمایت کنه یا از کاندیدگی حمایت کنه. اما اینجا زمانی که جرگه میره در ارگ ریاست جمهوری، این قابل نگرانی رئیس جمهور افغانستان، بایست کسی که در رأس سی قوی افغانستان قرار داره و نیازمند هست که تا آخر انتخابات به خاطر امو جریان سالم روند انتقال قدرت از یک تیم به تیم دیگه، او باید امو رول استقلالیت خود را حفظ کنه. در او حالت نگران کننده است. نگران کننده به این است که نکنه اینمی تمام اینمی ارادی سیاسی را که امروز ایجاد شده به خاطر انتخابات سالم و به خاطر انتقال سالم قدرت، تمام از این پروسه را زیر سوال ببره و این نگران کننده است به خاطر از اینکه این اولین چیزی که انتظار میتونه تقلب هست. اگر این حرف و حدیث ها دقیق از آب در بیاید و مشخص شود که رئیس جمهور افغانستان واقعا سبک سنگین میکنه میان دو نامزد و یکی را انتخاب میکنه و جرگه هم تصمیم میگیره اسم دو نامزد را میبره روی میزش و یکی را انتخاب میکنه، میگه باید که این وارد ادامه به تبع کارزارهای انتخاباتی، شما به عنوان یک طرف در انتخابات میخواید چه کار کنید؟ دقیقاً ما خاموش نخواهد نشستیم به خاطر از اینکه وقت پروسه دموکراسی دچار چالش میشه و کسایی میخوان که در اون دستبرد بزنن و ایران میخوان از روند شفاف و بارزش بیرون بسازن، دقیقاً نه ما و نه مردم افغانستان و نه هم کسایی که در تیم حامیان ما هستن، هیچ کدام خاموش نخواهد نشستیم، به دلیل از اینکه این بازی با سرنوشت مردم هست و ادامه بحرانی است که در افغانستان امروز جریان داره. آقای امیری، اگر کوتاه اشاره کنیم در دو مورد که واقعا حالا بحث دو نامزد که مطرح میشه، نزد شما مشخص میشه که رئیس جمهور افغانستان حداقل از میان این دو تن یکی را حمایت میکنه. نکته دوم،
اگر واقعا رئیس جمهور افغانستان این عزم را دارد تا حمایت کنه از نامزده شما به عنوان یک طرف که وارد کارزارهای انتخاباتی هستین و تلاش میکنین که انتخابات به نفع شما رقم بخوره میخواین چه کاری انجام بدین؟ همونطور که من پیشترم گفتم ائتلاف در ذات خود بد نیست ولی اگر مدیریت ائتلاف توسط رئیس جمهور باشه این بسیار خطرناک است اولین پیامی که به افکار عمومی مخابره میکنه امی هست که حکومت بی‌طرف نیست تیم خاص خود را دارد حالا یا این یا اون زیاد مهم نیست ما نمیدانیم که چی اتفاق افتاده اگر چنانچه شایبه به وجود بیاید که از میان نامزدان یکی نامزد حکومت هست حالا صرف نظر از اینکه اراده مردم تضعیف میشود که گویا اراده برای دوام وضعیت موجود وجود داره از لحاظ قانونی و از لحاظ ایجاد یک فرهنگ سیاسی و بی‌طرفی حکومت چیز فوق العاده خطرناک است ما قاطعانه در برابر چنین وضعیتی که سلامت انتخابات را مخدوش میکنه و اعتماد عمومی مردم افغانستان را مخدوش میکنه با تمام وسایل ممکن از جمله وسایل حقوقی و قانونی ما در برابر از او استادگی خود کرد یک نکته دیگه که مطرح میشه است که رئیس جمهور بارها اعلام کردن که در انتخابات مداخله نمیکنن از هیچ نامزد مشخصی حمایت نمیکنن و این اجازه را هم نمیتن که مقام های حکومت افغانستان یا در کل ادارات دولتی افرادش وارد کارزارهای انتخاباتی شن زمانی که رئیس جمهور افغانستان اینجا تصمیم میگیره در مورد دو نامزد فکر نمیکنین که مداخله کرده رئیس جمهور افغانستان در روند انتخابات دقیقاً پس اون حرفایی که مطرح میکنه با چی معنی است ما فکر میکنم که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه نه رئیس دولت رئیس قوه مجریه به عنوان مسئول حکومت برگزار کننده اصلی انتخابات است و ولی از همون آغاز چه در دوران قانون انتخابات که تصویب میشد که بسیار به تاخیر آمد و کوشش کردند که قانون مطابق دلخواه حکومت جور شود چه در مراحل بعدی چه فعلا که ما وارد کارزارها شدیم و مراحل اجرایی اما حسن نیت لازم را که اعتماد عمومی را جلب کنه متاسفانه از خود نشان نداده رئیس جمهور در انتخابات قبلی که انتخابات مردم افغانستان انتخابات متاسفانه مخدوش برگزار شد و فعلا هم نگرانی از مداخله رئیس جمهور زیاد است ای که ائتلاف ها را مدیریت نه ائتلاف حق نامزدها هستند می توانند به نفع هم دیگر ائتلاف بکنند و این خوب است اما وقتی که رئیس جمهور ائتلاف ها را مدیریت میکنه این شایبه را ایجاد میکنه ما نگرانی حمایت رئیس جمهور از کسی خاصی نیستیم رئیس جمهور یک حکومت را به میراث میگذارد که فاسد ترین حکومت جهان است مردم افغانستان انتخاب خود را دارد اگر ما میخوایم بگوییم که شکل گیری جرگه ها چقدر میتونه روند دموکراسی را که همون برگزاری انتخابات است در سطح کلانترش صدمه بزنه و نکته دومی که حالا که اگر واضح شوه و در آینده ها معلوم شوه که موقف رئیس جمهور افغانستان چیست و این حرف هم دقیق باشن ائتلاف تکت انتخاباتی آقای دکتر عبدالله عبدالله چه موقفی خواهد داشت یعنی چه کاری انجام میتین و این هم خب معلوم از بارها مطرح شده که اگر رئیس جمهور افغانستان از نامزدی حمایت کنه ممکن که رای بیشتر بیاره چون ممکن که از امکانات دولتی استفاده شه ما به این نکته میرسیدم حمایت رئیس جمهور از نامزد خاص به معنای آوردن رای بیشتر نیست ولی به معنای بنیانگذاری یک سنت سیاسی غلط و خلاف قانون در افغانستان هست ما نگران حمایت رئیس جمهور نیستیم من اشاره کردم که رئیس جمهور حکومتی را به میراث میگذاره که ناکارآمدترین حکومت جهانه و در نتیجه کسی که رئیس جمهور از او حمایت نه به معنای ازی است که او به رئیس جمهور بیشتر متحد تا به مردم افغانستان ولی ما از این نگران ما نگران افغانستان ما از یک نامزد مشخص حمایت میکنیم ما از لحاظ رای گفتیم ما نگران نیم ولی این کار خلاف قانون است ما از بابت که یک سنت سیئه و قانون شکنی را اینجا به وجود میاره ما از این بابت نگران هستیم در مورد جرگه ها شما اشاره کردید واقعا ما بیش از این چی که کی به قدرت برسد ما نیازمند ازی هستیم که یک انتقال مسالمت آمیز سیاسی سالم داشته باشیم که انتخابات مخدوش نباشه و حداقل نصاب های لازم رو انتخابات ما داشته باشه وقتی که رئیس جمهور خودش جرگه تشکیل میده مدیریت جرگه را میگیره و خودش وارد یک ائتلاف را بندوبست میکنه سبک سنگین میکنه به تعبیر خودتان معنایش این هست که از همین اکنون حکومت میخواد تیم خود را به قدرت برسانه و معنای دیگه ای است که وقتی که شما جرگه تشکیل میدید ائتلاف مدیریت منید شما حاضر به تقلب هستید شما از راندها و امکانات عمومی میخواید به نفع همین تیمی که برایشان ائتلاف منید چی میکنید ما در برابر چنین وضعیتی همطور که پیشتر اشاره کردم با قاطعیت با تمام ابزارهای قانونی و حقوقی استادگی خود کردیم خیلی سپاس این برنامه فرصت خوب است تا شهروندان سوالا یا پرسش های خود را به صورت مستقیم از ستادهای انتخاباتی
مطرح کنند و حالا نوبت برای شرکت کننده ها. از آخر شما. سوالم از خانم رفعت است. یک کتاب است به دست من به نام افغانستان در آتش نفت. در این کتاب به صراحت گفته شده در 34 در صفحه 64 66 و 164 که جناب اشرف غنی احمدزی در حکومت طالبان سهم داشته و یکی از رهبران پیشین طالبان است و زمانی که آمریکایی ها میخواستند که طالبان را صحنه سیاست و حکومت را نابود بسازند و اشرف غنی احمدزی بسیار بالا آمریکایی ها فشار می آورد که این کار صورت نگیره. ما می خواهیم که اینمی موضوع را شما یک مقدار تفسیر کنید. شما شکر سید سرور هستم. سوال ما از سلاد انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله است. سوال طوری است که تیم اینا هماره از تقلب حرف میزنن و میگن در صورت مشاهده شدن تقلب ما آرام نمیشینیم. آیا این که آقای کرزی از دو نامزاد مشخص طرفداری میکنه و در صورت کامیاب شدن اینا شما این تقلب حساب میکنه و شما بعد از انتخابات چی کارهایی را خواهید انجام داد؟ سپاس. تشکر. شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان درود میفرستم به شهدای افغانستان. سوال ما از جناب امیری صاحب است، از تیم دکتر صاحب عبدالله. سوال ما به این شکل است که شما چی ویژگی را نسبت به سایر کاندیدا دارین که بیشتر مردم گرایش به تیم دکتر صاحب عبدالله دارن و دیگه تیم ما ندارن؟ و دوم چی برنامه ای را دارین که بتونین حداقل 20% یا 30% زندگی شهروندان شما تغییر بدین؟ سپاس. تشکر. شما از آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. نام حامد است. سوالم از آقای بلوچزاده. بزرگترین تهدید در برابر مردم افغانستان طالب ها است. هرگاه کاندیدایی که برنامه امنیتی خود را مطرح میکنند، به خصوص آقای رسول، متفاوت برنامه های امنیتیش متفاوت از برنامه هایی که فعلا حکومت در روی دست داره از بالاتر نیست. همین توافق نظرها به گونه نشان دهنده از این نیست که از تیم حاکم شاید از کاندیدا باشه یا در آینده از این تیم حمایت صورت بگیره. سپاس. پلویتان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. مقدس احرار هستم، دانشجو. سوال متوجه آقای بلیزاده است و ای که تیم انتخاباتی شما ترکیبش از کسایی است که میشه گفت که یکیش نزدیک به یک دهه در حکومت آقای کرزی بوده، دیگرش هم نیمی از دهه در حکومت آقای کرزی بوده و دیگرش هم نزدیک به نیمی از دهه، چی فکر میکنید؟ شما مشخصا خود از شما از جمله کسایی بوده که از منتقدین حکومت آقای کرزی بوده و حالا امروز رفتین در ستاد انتخاباتی اینا، مشخصا اگر بگوین که اگر این تیم بره به پیروزی، چی فکر میکنید انتقال قدرت سیاسی امو حکومتداری که فاسد بوده یا تداوم امی حکومتداری نیست در کشور؟ شکر. بس. شما. سوال ما مربوط به خانم رفعت میشه از ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی. خوب اگر در آغاز رئیس جمهور گفته بود که من از هیچ ستاد انتخاباتی یا نه از هیچ کاندید مورد نظر حمایت نمیکنم، خوب اگر این جرگه ها را تشکیل میدهند و ائتلاف دو ائتلاف یک جا میشوند، خوب اگر از یک کاندید مورد نظر حمایت کنند، شما چه برنامه در آینده روی دست دارین؟ تشکر. سپاس. شما مایک بتین. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدزه هستم، دانشجو. سوالم متوجه آقای بلگزه میشه. قسمی که شما فرمودید ائتلاف حق مسلم یک نامزد است، اگر ائتلاف صورت گیرد آیا فکر نمی کنید در حقیقت یک معاملگری است و از این معلوم می شود که کسانی که نامزد هستند فقط به خاطر اینکه امتیازی در حکومت آینده داشته باشند خود را نامزد نمودند؟ پرسش شما متوجه آقای بلگزه است؟ آقای بارکزی. شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان تلویزیون طلوع نیوز و حضار گرامی در مناظره امشب ما. سوال ما مربوط به آقای امیری می شود. آقای امیری، آیا کدام تیکت انتخاباتی با شما مشوره داشته در رابطه با بنفع هم رفتن؟ سپاس. خواهش میکنم. شما.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب به خدمت حاضرین و بیننده های تلویزیون سوال من مربوط به آقای بروزاده میشه که اینا گفتن که آوازه های وجود داره که یعنی تیم دکتر سبزلمی رسول تیم حکومتی است البته اگر شما میگین که تیم دکتر سبزلمی رسول تیم حکومتی نیست مشخصا برای ما گفته میتونین که چرا با برادر آقای کرزه اینا نشست دارن که یعنی میخواهن که ائتلاف یکی دیگر را به دست بیارن اگر چنین نیست چرا با برادر آقای کرزه با دیگر کاندیدا همچی یک پروسه را پیش نگرفتن تشکر سپاس پالویتا سهیل بهزاد هستم دانشجو سوال ما متوجه به احمد جان است به اجمل جان دکتر صاحب زلمه رسول که خود کاندید ریاست جمهوری کرده اونا وقتی در پست ریاست پست وزارت خارجه افغانستان بود اونا نتونستن سیاست خارجی خود مشخص بسازن چطور میتونن افغانستان را مدیریت کنن؟ تشکر خیلی سپاس شما بسم الله الرحمن الرحیم عرض اگرمی هستم سوال من متوجه آقای علی امیری صاحب می شود که پیشتر در سخنانتان گفتید که ما نگران حمایت رئیس جمهور صاحب نیستیم. یعنی چطور می دانید این حرف را بزنید؟ آیا حمایت رئیس صاحب جمهور باعث تغییر در نتیجه انتخابات نمی شود؟ سپاس. شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هارون صمیمی هستم. یکی از اشتراک کننده در این برنامه. سوال من متوجه آقای امیری می شود. زمانی که زمزمه ها و شایعه در رسانه ها پخش می شود مبنی بر این که ارگی راست جمهوری مشخصا رئیس جمهور از دو کاندیدشون قیوم کرزی و زلمه رسول به گونه حمایت میکنن موقف شما مونس یکی از اپوزیسیون ها و یکی از طرف ها و جناح ها چیز در این مورد سپاس شما بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا ظاهر شاستم یک تن از دانشجویان سوال ما مربوط ستاد انتخاباتی دکتر صبر شفقانی احمدزی میشه نه قرار است که با پایین رسیدن حکومت رئیس جمهور کرزی یک کشوری که با کامل ترین فساد با چی میگن یک کشوری را به جا میمونه که فاسد ترین کشور نامیده میشود شما چی کارکرد های روی دست داره اگر اشرف غنی احمدزی برنده شود که افغانستان را حداقل امی فساد کاهش بده نامش کرد فکر میگن پرسش دیگر نیست پس از وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه دارد باز هم خوش آمدید. آقای بلوزاده از شما آغاز میکنم. تشکر از همه دوستانی که سوال کردند. نکته را میخوایم اشاره بکنم که با پروسه انتخابات بازی صورت میگیره. فکر میشه که نمی کل انتخابات هست یک فرد به نام رئیس جمهور افغانستان. اینجا نه حزب سیاسی است، نه نهاد مدنی است، نه رسانه است، نه مردم است، نه در حقیقت سایر تکت های انتخاباتی است فقط این رئیس جمهور اگر گفت که انتخابات شب میشه اگر نشد این بازی غلط است این درست نیست این خودش یک نوع بی‌اعتمادی میان مردم ایجاد میکنه و انگیزه را از بین مردم میگیره و پروسه انتخابات صدمه میزنه نه به افراد افراد به حد کافی برشان دفاع دارن افراد به حد کافی توانایی دارن این که گفته میشه که گویا ما پیش یک بحث شد که 20 تا یا 21 تا قیوم کرزی دو جرگه گرفته بعد باز رئیس جمهور خب سرنوشت ملت چی میشه اگه این بازی جریان داشته باشه مطمئنا وضعیت به بحران حالا شما چرا به این بازی تن میتین آقای به هیچ عنوان تن دادن به این بازی نیست اگر 20 تا رای با قول گزارشی که در رسانه اومده و گفته شده یا ساخته شده خب تمام بود دیگه اگر این مسائل را نمیپذیرین چرا بازار میشین که مشوره یا دیدگاه یک جرگه را پذیرین که میخوای میانجیگری کنم یا نامزد فکر کن اینکه پذیرفتن یک دیدگاه است که میگن که به خاطر اینکه شاید مشکل داشته باشه طرف بعد این جرگه میره بر رئیس جمهور و اونجا او تصمیم میگیره ای چی میشه شما توجه بازم برتون میگم این بحث درست نیست که رئیس جمهور تصمیم بگیره که از بین اینا کی باشه این پروسه انتخابات این افراد با این بحث نقای بلزاره میشه این افرادی که شما مذاکره میکنین بعد این افراد میرن نزد رئیس جمهور شما رئیس جمهور را ترجیح میتین که انتخاب کنه یک فرد را ببینین بازم تاکید میکنم این شایعه است این به ضرر انتخابات است این به ضرر دموکراسی است نباید این گونه تبلیغ کرد نباید بحث را که از تریبیون رقیب انتخاباتی میبره و قاعده بازی را مراعات نمیکنه
بازم تاکید میکنم تکت ضربه نمیزنه پروسه را ضربه میزنه مردم به اعتماد این رقیب کشور میکنین چی نامزدی هر کس که هست هر کس که هست که گویا خودش بیشتر کلان بسازه خودش توانمندتر نشان بده من تاکید میکنم خانم وسرابی دیروز در میدان وردک رفتن پریروز رفتن و در بین مردم دفتر افتتاح کردن من اونجا حضور داشتم دیروز مردم نماینده های میدان وردک آمده از تیم ما حمایت اعلان کرد در جلال آباد برنامه است در لوگر برنامه است در هرات بلوچستان در مورد پرسش میخوایم بگم زمانی که میگن که رئیس جمهور افغانستان نمیتونه آنقدر مداخله کنه که سرنوشت را تعیین کنه حرفای اول شما چون اینجا رسانه است نهادهای مدنی است شما میگین که اینا میتونن جلوگیری کنن اما تیم خود شما میان مشوره میکنن با جرگه که در مورد سرنوشت نامزدا تصمیم میگیره بعد این جرگه میره نزد رئیس جمهور حالا اینجا مردم چی را درک کنند؟ آیا آقای رسول مورد حمایت رئیس جمهور است و همچنان آقای قیوم کرزی؟ ببینید تیم دکتر رسول از حمایت مردمی برخوردار است. من براتون یک لحظه اجازه بدین من این نکته را حل کنم. تیم مردمی است در کنارش روز به روز شما می‌بینید بسه. اما اگر بس نیست ما می شما مشوره میکنین این میره نزد رئیس جمهور تو نیست بس ببینید شما میگین یعنی مشوره بکنین که گویا ما را رئیس جمهور بسازین مگر این بس درست نیست این ساخته شده آمده یک بس بس دوم در رابطه با تهدید طالبان دقیقاً طالبان تهدید است به مردم افغانستان دقیقاً طالبان افراد هستند که خانه های مردم افغانستان زن مردم افغانستان مرد مردم افغانستان و همه را به ویرانی کشاندن مانع توسعه هستند مانع درقت رشد و پیشرفت مردم افغانستان هستند این دقیق همه ما میفهمیم حالا این چیزی که شما گفتین میدونن رای حل از کجا شما آغاز میکنین خود دکتر صبر رسول بحثشی است که اگر وضعیت به گونه است که طالبان دست از جنگ میکشن قاعده مذاکره را میپذیرن بدون پیش شرط قانون اساسی افغانستان پذیرفته شود احترام به مردم افغانستان شود دست بکشن اولین نمونه ش آتش بس است اولین نمونهش بحثی است که طرف بیای حاضر شد بالای مذاکره نمیشه که مذاکره باشه در عربستان مذاکره باشه در ترکیه در پاکستان با مردم کوتاه اگر اشاره کنین پروسه ها بیشتر است من میرم میخوام بگم این اینا همه نامزدا گفتن که رای مذاکره باز است تهدید به نام طالبان که امنیت افغانستان را تهدید میکنه و اگر حاضر نشه این گروه به مذاکره میخواد چه کار انجام بدین مبارزه از کدام را کوتاه بگو حرفیز وزارت دفاع افغانستان حضور داره نیروهای امنیتی ما هستن اینها مبارزه میکنن و تا مرحله مبارزه میکنن که مردم امنیتشون تامین شوه و گروه های شورشی گروه های تروریستی از سنه مگر تا حالا مبارزه نکردن آقای بلتی این مبارزه علی تروریسم بین المللی است بحثش تروریسم افغانستان نیست سپاس در مورد دیگر چون فرصت نکته دوم حالا من منتقد بودم بیاین جوانا من از تجربه خود برتان میگم کسر به نام یک قوم میزنن کسر به نام یک زبان میزنن کسر به نام یک بحث میزنن من منتقد یک نظام بودم به نام نظامی که روی کار است اما تلاش دارم همکار یک نظام دیگه شوم تلاش دارم که بیایم عمو داشته هم توانی های خود در خدمت بگذارم حداقل در انتخابات تمرین بکنم یک بس نباید این فرصت ها را از دست داد به بهانه مختلف که شما سرکوب شوین بیاین وارد چاین کار بکنین ولو که منتقد هستین منتقد سازنده بودیم منتقد مسلح نبودیم مخالف مسلح نبودیم در رابطه با انتقال قدرت سیاسی دقیقاً بس است 12 سال یک میراث بعد به حکومت بعدی میمونه اگر این مدیریت نشه ساختارا تغییر نکنن افراد اشخاص شایسته نبیاین آدم‌ها زورگویی نکنن، آزادی‌های مردم از سلب نکنن، این تداوم خواهد داشت. اما تکت انتخاباتی ما یک بحث شمی است که حداقل مهار بکنه این وضعیت موجود را. اجازه نده که این وضعیت موجود ادامه پیدا بکنه. و در رابطه با اینکه تداوم فساد بله، یکی از موارد می است که ما تلاش می‌کنیم که با آدم‌های که فاسد نیستن، با چیره‌هایی که فاسد نیستن، مبارزه علیه فساد صورت بگیره. اما به هیچ عنوان این اگر دکتر زلمه رسول با قدرت برسه شما اعتماد میکنین مردم اعتماد میکنن رای میتن تداوم این نظام نخواهد بود به دلیل اینکه بازم تاکید میکنم ساختارها وجود داره پارلمان یک سال بعد پارلمان جدید می احزاب روبرشت هستند تلاش میکنن کار صورت بگیره جامعه مدنی روبرشت است رسانه ها نظارت دارن بر وضعیت نمیشه بگوین که اجازه بدن و مردم هم حضور دارن نمیشه با مردم با سرنوشتشان بازی کرد نمیشه به مردم دروغ گفت این نکته از دریب است در رابطه با اینکه تیم حکومت اگر قرار بود که رئیس جمهور کرزی از برادرش حمایت میکرد چرا با یک تیم دیگه نمیرفت اگر شما توجه بکنید از تمام تکت ها بخواین پرسان کنین اگر همین صحبت صورت بگیره که یک تیم بیاید به نفع دکتر صبح عبدالله تیر شود به نفع دکتر صبح اشرف غنی بگذره به نفع گل آقا شیرزوی بگذره بعد نظر از اینا چیست
اینا میگن بله بیاین بفرمایین برنامه های ما اگر بس اینجا باشه اما این شده نمیتونه که بلوچزاده که دو فرد انتخاب شوه اونچه که بر رسانه ها درس کرده و رئیس جمهور اسم یا ای که راضی به این باشه که تیم آقای ظلمی رسول به پیکارهای انتخاباتی ادامه بده مستقیما فکر نمیکنین که خب حمایت کرده اگر رئیس جمهور از آقای ظلمی رسول شما بازم تاکید نه اگر این ثابت شه امی بحث براتون میگم که منطق کجا است که رئیس جمهور بین دو نفر بیا تصمیم بگیره حالا اونچه که از اون جرگه درس کردم این است ما در جریان بحث هستم چون این چیز صورت نگرفته که بیاین بگوین که حالا یا ظلمی رسول یا قم بگذره بسی است که اگر مذاکره می است افراد میان میگن که یک تیم یا یک گروپ از افراد یا افراد اشخاص بیاین با هم صحبت بکنن که به نفع یک نامزد تیرشن این یک بحث جداست ولی رئیس جمهور تصمیم بگیره در نهایت یک سوال دیگه هم وجود داره همیشه سوالی است که چرا دکتر صاحب ظلمی رسول در وزارت خارجه بود بعد سیاست خارجیش تدوین کرده نتونست یک سیستم است و هرچند ما در صحبت ها و در مناظره های بصره مطرح کردیم در زمان ای که چرا سیاست خارجی شکل نگرفت سیاست خارجی وجود داشت من به ادبیات دیگه صحبت میکنم منافع ملی کشورها باید در داخل کشورتان تعریف شود پاکستانی که منافع ملیش به نوسان است روز به روز تغییر میکنه ایرانی که منافع ملیش در نوسان است روز به روز تغییر میکنه در عین زمان شما با نظر به می شرایط بزرگ کوتاگر بگید 20 کشور جهان سیاست خارجی مشخص و تعریف شده وجود می داشت یا نه ببینید باز تاکید میکنم نه امین نکته یک سیاست خارجی مشخص با توجه به سیاست هایی که در کل شکل گرفته در افغانستان و موجودیت کشورهای همسایه یک تعریف مشخص وجود می داشت میگم وجود داشته اما مراحل قانونیش تعیین نکرده به مدلی است که دکتر ظلمی رسول بحثی است که زمانی که برنده میشه اولین بار امو دکترین یا سیاست های خارجی تدوین میشه بعد از رئیس پارلمان قرار میگیره سیاست خارجی در طول 10 سال تعریف شده مشخص شده خطوط قرمزش یک چیزایی بوده اتونیس اما مراحل قانونیش تعیین نکرده که باید پارلمان میرفت و بعد او اجرایی میشد اما بازم تاکید میکنم منافع کشورها در داخل افغانستان بیش از چند کشور قرارداد امضا کردیم چون فرصت اندک است ولی به هر حال یعنی وضعیت این نیست یک آدم در یک رأس یک اداره است ولی عوامل دیگر هم در نظر داشته باشید رفعت شما ای سوال در آخر دوست خود شروع میکنم موضوع مبارزه با فساد مطرح کردن دقیقا یک مشکل یک بحران بسیار بزرگ هست و دولت را که دوباره انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیزش خدا میره بالا صورت بگیره او واقعا یک مشکل بسیار بزرگ روبرو هست در راستای مبارزه با فساد ما چند برنامه مشخص داریم که از جمله یکی موضوع حکومتداری خوب هست که در حکومتداری خوب شاخصه های مهم مطرح شده که در اونجا مد نظر گرفته شده که ما چگونه بتاریم با تحکیم ضوابط بر روابط مبارزه با فساد داشته باشیم نکته دوم موضوع ثبت جایدادها هست امروز ببینید که اکثر جایدادها به صورت عرفی هست در افغانستان و اکثر خود زمین های دولتی یا موضوعاتی که مربوط به دولت اینا در کادستر دولتی هنوز ثبت راجستر نشده این نکته دیگه هست که باید در مقابل با مبارزه با فساد به او پرداخت در کنار از مدیریت سیاسی موضوع فساد هسته و دیگه ما بتانیم با عملکرد قانونی و بسیار عملکرد سنجیده و فشرده شده ما بتانیم که در راستای مبارزه با فساد کار انجام بدیم که اول از منابع دولتی استفاده نشه به خاطر تحکم فساد و دوم از اینکه ما بتانیم با قانونمندار ساختار جامعه یک نوع مکلفیت دو جانبه بین حکومت و مردم ایجاد کنیم در این راستا یکی از کارهایی که ما را بسیار خوب میتونه کمک کنه ژورنالیسم هست یعنی ژورنالیسمی که او با دنبال فساد باشه تعقیب کنه این قضیه رو و اونا رو بروز رسانی کنه و همیشه وقت ما را همکاری کنه و بر ما بگن که این موضوع دریافت کردن و اینا تقدیر صورت خواهد گرفت یعنی ما کلا با ساختارهای مدنی یک جا به این مدیده خواهد پرداخت در یک چوکات پروگرام وسیع نکته دوم گفتین که اگر به فرض مثال این حرکتی که فعلا موضوعی که مطرح شده در جرگه ها یا تاکید رئیس جمهور ببینن چارچوب های قانونی وجود داره اولین اقدام ما چارچوب های قانونی خواهد بود در اینجا اما تو که انتخابات کمیسیون انتخابات داره اما چه خاطر مطمئن هستیم که این چارچوب های قانونی میتونه دست رئیس جمهور را کوتاه کنه اصلا ببینین در وقت چارچوب قانونی وجود داشته باشه شما ملزم بری هستین بایست یک طبیع افغانستان که با یک شهروند افغانستان قانون افغانستان میپذیرین ملزم هستین اول از چوکات های قانونی پیش برین و این موضوع رو مطرح کنین میخوام کوتا بگوین که با توجه به وضعیتی که تا اینجا پیش اومده چقدر قانون رعایت شده و آیا این چارچوب قانونی که شما اشاره میکنین کارا خود بود تا رئیس جمهور مداخله نکنه هنوز نتیجه در حد افواهات هست و شما هیچ جایی نمیتونید در مقابل از اینکه اقدام جدیش در رسانه آمده درس کرده درست است نگران کننده است ولی وقتی قدم ثابت از اینکه برداشته شود
دنبال از این قضایا خود بدیم، اما مطمئن هستم که مردم افغانستان هم آرام نمیشینن در صورت به دلیل از اینکه مردم افغانستان وقتی میبینن با سرنوشتشان بازی میشه، هیچ وقت در مقابل از این حرکت بعد در کنار از این چارچوبای قانونی را پیاده میسن. حرکت های مدنی مردم افغانستان خودش یک راه دیگه مبارزه هست و این مبارزه را ما ادامه خواهد داد، مبارزه مدنی را. در خصوص و من امیدوار به این هستم که رئیس جمهور اگر هم تو فکر رم به ذهن خود داره و میخواد کی فکر تقویه کنه، حداقلش به خاطر از اینکه فردا وجدانن بتونه به آرامی حضور انتقال بده، امیدوار به اسم قدم به عقب بکشه، چرا که امروز مردم افغانستان نباید به این فکر کنن که خرد سیاسی مردم افغانستان با 12 سال پیش همسان هسته. این کاملا مسرزی مطمئن هستم. میمونه موضوع دیگه که بعضن شایعات ترتیب میشه، موضوعات اینا نوشته باشه، ما باورمندی نیست به دلیل اینکه در افغانستان سیستم درستی از تدوین وجود نداره و در ضمن از بررسی و تداوم وجود نداره. هر کسی یک جای میشینه یک حرفی را نوشته میکنه و خصوصا در به دلیل اینکه ما هنوزم شیوه مثبت کمپاین یا رقابت های سیاسی را به صورت درست نهادینه نساختیم در افغانستان. در اینجا بسیار ساده هست برای اینکه بخوایم از شخصیت ها بایس یک پله استفاده کنیم تا خود بالا ببریم. به می خاطر است من فکر میکنم یک موضوع نیست که به صورت بسیار عام جانب است و اولین بار است که ما این قضیه را شنیدیم و من فکر میکنم اینا بیشتر برخوردای انتخاباتی و کمپاینی هست تا یک موضوع عمیق فکری، چرا که اگر می بود تا حال یک جای دیگه همین موضوع مطرح میشد و جناب دکتر صاحب صداقت دکتر صاحب شفافیت را کنا داشتن و همیشه وقت مبارزی را که در علی فساد داشتن اول علی جنایات داشتن در افغانستان و دگیشان بخاطر سلسله ثبات در افغانستان به همگان معلوم هست. سپاس. خواهی برگزای شما کوتاه اگر اشاره کنین در مورد هر پرسش چون فرصت اندک است. بله. جوان محترم اشاره کردن که ائتلاف حق ارکاندید است و این یک نوع معامله‌گری میتونه که حساب شود یا نه. ما میخواهیم به جوابشان بگوییم که البته این نظر شخصی خودم است که ائتلاف و یک جای شدن به اساس طرح و برنامه حق هر کاندید است. اگر در مقابل امتیازات باشه باز گپ شما درست میشه که معامله‌گری ما نمیته. حالا دو موضوع مهم برای ما و شما بسیار مهم است. اول موضوع خود ماست که تیم گل‌آقا شیرزای دیروز اعلان کرد که ما توکل ما به خداست، اعتماد ما به مردم افغانستان است، ما به کس تیر نمیشیم، ما چرا آمدیم کاندید شدیم که بگذاریم. این نظر خود ماست. دوم چیزی که بسیار مهم است که ما یک انتخابات سرنوشت ساز داریم در پیش روی خود، که خدای نخواسته کشور ما باز به یک بحران دیگه داخل شود، او را هیچ کس پیشگیری کرده نخواهد تانست. به او خاطر در این جمع رئیس جمهور افغانستان مسئولیت تاریخی داره، هم کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی، همچنین کاندیدان محترم و تیم هایشان، که همگی دست به دست هم بتیم و اینمی مشکلات و تشویش هایی که است که گویا انتخابات مهندسی میشه از میال پیش رویش بگیریم. شما فکر کنین اگر خانه تان شما احساس میکنین که در میگیره، وقتی که در گرفت فایر میخواین یا پیش از او پیشگیری میکنین. ما یک استراتژی خوب ضد تقلب داشتیم که به دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی، دکتر صاحب عبدالله و سایر کاندیدانم سپردیم، به کمیسیون انتخاباتم، که بیاین مشترکاً یک طرحی را بریزیم که هیچ کس تقلب کرده نتونه. و تا امروز از کمیسیون انتخابات ما جواب نشنیدیم. مداخله رئیس جمهور کماکان موقف گیری ستاد انتخاباتی آقای عبدالله و آقای احمدزی معلوم شد. حالا این از شما میخوایم بپرسیم که امون راهکارها را که شما مشاره کردین که خب راه وجود داره، شما از کدام راه میخواین پیش بین اگر دریابین که رئیس جمهور مداخله میکنه؟ در صورت که این واضح شود که رئیس جمهور افغانستان و مقامات عالی رتبه دولتی به نفع کاندید مشخص یا کاندیدان مداخله میکنه، در اون صورت ما از چوکات های قانونی استفاده خواهیم مثلا کرد. چه چیز؟ مثلا ما مراجعه خواهیم کرد به کاندیدان محترم که مشترکاً موقف بگیریم، همچنان مراجعه میکنیم به ملت افغانستان که هوشیاری و بیداری خود و رسالت تاریخی خود هوشیاری خود حفظ کنه و رسالت خود ادا کنه. همچنان ما میتونیم که تمام کاندیدا را متحد بسازیم تا همگی به یک صدا بگوییم که یگانه راه انتقال مشروع قدرت انتخابات است و ما خوان یک انتخابات شفاف عادلانه هستیم و به هیچ صورت ما حاضر نخواهیم شدیم که با سرنوشت ما کسی بازی بکنیم. اگر جرگه که نزد رئیس جمهور رفتن واضح شود که به خاطر دو نامزد مشخص رفتن، میخواین چه کار کنین؟ من پیشترم خدمت رو نرس کردم، خدا کنه ایتور نباشه، خدا کنه که به سطح افواهات باقی بمونه و دوستای محترم او رد کنه و ملت افغانستان ببینه و احساس بکنه. ملت افغانستان خوشبختانه امروز به سطح بلند شعور سیاسی رسیده. تصور کنین که درست ثابت شد، فردا چه کار میکنین؟ من فکر میکنم که تیم ما یک شورای رهبری داره، تصمیم خود خود گرفت. فکر میکنم قدم های اول مراجعه به کاندیدان محترم که دمی پروسه داخل نیست و آدمی معامله شامل نیست و به تعقیب از او مراجعه به ملت افغانستان و چوکات های قانونی شکایت های خود به کمیسیون شکایات، کمیسیون انتخابات و مقامات زیرسلطه روان خواهد کردیم و به این مبارزه بر حق خود تا آخر ادامه خواهیم داد. و در آخر یک بار دیگر میخوایم تکرار کنم که میپذیرین که جرگه
شکل گرفته تا کار کنم یا نامزدانی که حداقل بگذرن. اما تو که شما گفتین ما شنیدیم، افواهات وجود داره، شنیدیم می گپه یکی تا چی حد حقیقت داره ما معلومات دقیق و مشخص در شرزه تماس گرفته نشده از این آدرس جرگه. از آدرس جرگه من نمیفهم که تا چی حد از آدرس همین جرگه که ما دیسه شنیدیم بوده باشه، ولی مراجعه های صورت گرفته به عین تقریبا به می سناریو که به یک چند نفر مشخص اختیار داده شوه و شرزه صاحب گفته که ما به اساس یک عقیده به خاطر نجات افغانستان خود کاندید کردیم و ما آرای خود و و و و نشست خبری از ملت افغانستان به می خاطر بود که ما چی خود مشروعیت خود از ملت افغانستان گرفتیم به 20 نفر ما اختیار دادن نمیتونیم. سپاس آقای امیر شما. تشکر. وقت کم است، ما به اجمال به سوالات دوستان اشاره میکنیم. سوالات نسبتا زیاد بود، 5 سوال مربوط به ما بود، بسیار کوتاه کوتاه. دوست ما از تقلب پرسان کرد. ما به اطمینان خاطر برای شما بگوییم که انتخابات تقلبی به هیچ وجه پذیرفته نیست و تقلب در انتخابات یک چیزی پنهان هم نیست. اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، بحران های بعدی از او یکسره متوجه دستگاه اجرایی و حکومت است. ولی انتخاباتی که با نصاب قابل قبول از لحاظ ملی و بین المللی و قانونی در افغانستان باشد که مردم افغانستان هم او را تایید کرده باشه، ما به اراده و احترام خواست مردم افغانستان احترام قائل هستیم، ولی با قاطعیت میگوییم که اقداماتی که از همین اکنون صورت میگیره، به خصوص بحث جرگه را که دوستان مطرح کرد، نشان میده که گویا رئیس جمهور میخواهد که دست یک مدیریتی در داخل پروسه انتخابات بزنه و از تیم خاص حمایت بکنه. ما با قاطعیت برای شما بگوییم که در برابر هر اقدام خلاف قانون با تمام ظرفیت به یاری شما و مردم افغانستان استادگی میکنیم. دوست ما پرسیده است که ویژگی تیم اصلاحات و همگرایی چیست که اقبال بیشتر مردم را به طرف خود داره. ما میخواهیم با احترامی که به سایر نامزدها داریم، ویژگی ما متفاوت بودن ماست. تمام نامزدهای دیگر به نحوی یا به حد کافی اما اعتماد و اقبال همگانی و افکار عمومی رو به طرف خود جلب نکرده، به خاطر که سابقه سیاسیش یا پختگی ها یا چی نبوده، ولی روی هم رفته کاندیدای مطرح خود را از سایه حکومت جدا نکرده. تمام چیزایی رو که شما میبینید ادامه هست، تداوم چیز چی تداوم و تداوم وضع موجود است، این چیز دیگه ای نیست. ولی ما میخواهیم که اصلاحات عمیق بیاید. ما میخواهیم که با سازمان های سیاسی داخلی، با احزاب سیاسی، با جامعه مدنی همکاری شود، همگرایی و همکاری با سازمان به خصوص احزاب سیاسی افغانستان و تقویت احزاب سیاسی جز برنامه های ماست، و اینکه اصلاحات واقعی در نظام به وجود بیاید و قدرت توزیع شود. نظام سیاسی ما فقط سرش دموکراتیک است، از او به پایین همه استبدادی هست. دوستان اشاره کردند که در یک میز دیگر بودیم که برای یک امضا یک نفر 3 ماه سرگردان شده، از دوستوالی های دور افتاده آمده. ما توزیع قدرت می خواهیم، ما تغییر در شیوه حکومتداری می خواهیم، و به این خاطر است که ما متفاوت هستیم و این پیام ما را الحمدلله هم شما گرفتید و هم مردم افغانستان گرفته. دوستی گفته است که در خصوص کنار رفتن با شما کدام مشوره شده است؟ الی اکنون هیچ گونه مشوره در این خصوص نشده است و ما با هیچ کسی در این بحث ها نکردیم. آقای ایشان سوال کردند که چرا شما نگران دخالت رئیس جمهور نیستید؟ این نکته بسیار مهم است، اجازه بدید. ما از لحاظ قانونی نگران دخالت رئیس جمهور هستیم. رئیس جمهور نباید یک سنت خلاف قانون و قانون شکنی و بازی با قانون را که متاسفانه در 10 سال گذشته مرتکب شده بار دیگر اینجا بنیان بگذاره. ما از لحاظ رأی ما نگران از این نیستیم، به خاطر که رئیس جمهور ضعیف‌ترین شیوه حکومتداری را در جهان داشته و حمایت رئیس جمهور به نظر ما از لحاظ همین را چطور مطمئن هستین آقای امیری که میگن اگر رئیس جمهور از نامزدی هم حمایت کنه نمیتونن به نفعش رای جمع کنه؟ رئیس جمهور از امکانات دولتی، از رانت، از اموال عمومی سوء استفاده میکنه، تر که دوستان اشاره کردن این کار امکان چی هست و ما با قاطعیت جلوی ازیر خود گرفتیم امکان. اما رئیس جمهور، حمایت رئیس جمهور به معنای یک حمایت معنوی که رئیس جمهور به مثابه یک چهره کاریزماتیک بتنه اعتماد عمومی را جلب کنه، ما اعتقاد کامل داریم، چنانچه که از امی فضا موجود است که او اعتبار و حیثیت معنوی که رئیس جمهور حمایتش موثر باشه او پیش رئیس جمهور نیست. ولی ما بازم تاکید میکنیم حرف دوست ما درست است که حمایت رئیس جمهور خلاف قانون است و از این بابت که یک سنت خلاف قانون تاسیس میشوه و به وجود میه، ما از این بابت فوق العاده نگران هستیم و با او به مقابله خواهد کردیم و اجازه همچو خلاف بازی با سرنوشت مردم را
نخواهد دادیم. دوست پرسان کرده است که تقریبا این سوال تکراری هست که موقف شما در برابر حمایت رئیس جمهور چیست؟ رئیس جمهور در فردیت خود بتنه، ولی رئیس جمهور موظف است که یک انتخابات سالم بدون مداخله به وجود بیاره. رئیس جمهور خودش یک فرد است، حق رای دارد، میتواند از کس رای بدهد. در یک انتخابات از خانم هنریار رای دادن خود رئیس جمهور مهم نیست، ولی وقتی که رئیس جمهور ائتلاف ها را مدیریت میکند، وقتی که رئیس جمهور تیم تشکیل میدهد، مطمئن باشید که برای تیم خود تقلب هم میکند، از امکانات عمومی هم سوء استفاده میکند. ما در برابر این مقاومت میکنیم و این انتخابات مهم است و اجازه نمیدیم همه ما و شما که انتخابات مخدوش شود. خیلی سپاس، سپاس از حضور همه در این بحث و همچنان از شما بیننده عزیز. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، وقت خوش، خدا نگهدار.